برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای شریفی نژاد، ضمن بیان آخرین اخبار از حملات اسرائیل به لبنان، بفرمایید نقش جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی در کاهش تنش‌ها و حمایت از لبنان چگونه باید باشد؟ من وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. از عصر دیروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت بیروت، مجتمع القائم که مجتمع فرهنگی حزب الله لبنان در زاویه جنوبی بیروت هست، مورد هدف رادمونشک F-35 آمریکایی قرار گرفت که بر اساس اون باعث کشته شدن بیش از 20 نفر انسان و مجروح شدن 19 نفر از جمله زنان و کودکان قرار گرفت تا همکنون، و باعث تشدید تنش بین حزب الله لبنان و اسرائیل منجر شد. در چنین شرایطی که برای اولین بار حزب الله لبنان بعد از این اتفاق عملیات شدیدی رو در جبهه شمال آغاز کرد و باعث تشدید تنش در محور جنوب لبنان و شمال اسرائیل شد. بعد از اون دولت مردان و رجال سیاسی و احزاب سیاسی لبنان برای اولین بار از جمله وحید جنبلات، حسن شکور و سمیر جعجر و جریان سیاسی 14 مارس و 4 مارس اعلام وحدت با حزب الله لبنان را اعلام کردند. وزیر امور خارجه لبنان در شورای امنیت سازمان ملل از حمایت قاطع دولت لبنان از حزب الله را اعلام کرد و خواستار توقف جنگ از طریق اسرائیل شد. بعد از اون در شرایطی داریم در لبنان گزارش می‌کنیم که هر گونه احتمال حمله همه جانبی حزب الله به جهت نقض قوانین حقوق بین‌الملل و حقوق جنگ در لبنان رو متحمل خواهم بود. من این شرایطی که الان در لبنان فعلا تا همه اکنون در حال گذار هست، ولی جامعه جهانی و جامعه اسلامی باید تکلیف خودشون رو با اسرائیل مشخص بکنه. به هر حال اسرائیل داره نقض حقوق بشر میکنه، مخصوصا در آنچه که در روز سه‌شنبه و چهارشنبه انجام شد. تمام جوامع جهانی این رو یک نوع نقض حقوق بشر میدونن. با آنچه که در دیروز انجام شد، یعنی نقض کامل تمام ترضیه لبنان هست. کشورهای اسلامی باید تکلیف خودشون رو با اسرائیل مشخص بکنن. نمیشود هم خر رو بخوان هم خرما رو بخوان و بخوان که هم اقتصاد داشته باشن و هم وحدت امتهای اسلامی رو داشته باشن. و تنها راه حل اینه که توقف جنگ در غزه باید صورت بگیره و توقف جنگ در غزه توقف جنگ در لبنان رو حاصل میشه. بله، ممنونم از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.